الحمد لله و کفا و صلاة و سلام على عبادی اللذین استفا و بعد بینندگان و خوب برنامه فقه اسلامی خواهر برادر سلام علیکم و رحمت الله عزیزا به سلسله برنامه فقه اسلامی و احکام روزه امروز در رابطه با روزه هایی که روزه گرفتن در آنها ممنوع است یا حرام است روزه گرفتن در او یا مکروه است مکروه مکروه تحریمی انشالله پیرامون از صحبت میکنیم اولین چیزی که روزه گرفتن در او جایز نیست روزه روزه بگیریم روز عید فطر و عید قربان است رسول الله علیه الصلاه و السلام منع کرده اجماع امت بر است که روزه گرفتن در اید دو عید در هر حال که باشم حرام شرعی است خواه روزه فرضی باشه خواه روزه نظری باشه خواه کفاره باشه خوا سنت باشه دری روز روزه گرفتنش حرام است دلیلش چیز دلیلش حدیث ابو عبید است خدمتکار ابن ازهر میگه که امرا روز به امرای عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی حضور داشتیم که پیامبر علیه و السلام میگفتن که از روزه گرفتن از این دو روز نهی کرده عمر ابن الخطاب میگفت چرا روز ایده عید فطر به خاطر که روزه افطاری روزه رمضان است روز افطار روزه رمضان است عید قربان چرا به خاطر از اینکه عید قربان است و از گوشت قربانی باید استفاده شد به این خاطر حرام از جواز نداره ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه هم روایت میکنه که پیامبر علیه الصلاه و از روز روزه گرفتن در دو روز نهی کرد روز عید فطر و روز عید قربان رسول الله علیه الصلاه و السلام نهی کردن این یک موارد موارد دومی که روزه گرفتن در او جواز نداره ایام تشریق است سه روز بعد از عید قربان سه روز بعد از عید قربان ایام تشریق برش میگن روزه گرفتن در این روزها هم جایز نیست دلیلش چیز دلیلش هم حدیث بنیشته است شته نوبیشت 120 از حازل از حازلی برش میگن میگه پیامبر علیه السلام فرمود ایام و تشریق ایام و اکلن و شربن روزهای تشریق روزهای خوردن و نوشیدن است ابو مره خدمتکار امهانی است میگه که او با عبدالله ابن عمر نزد پدرش عمر ابن لاس رفتن یک غزام فشریش نهاده بود و میگفت که بگی بخو ابو ابو مره میگفت که من نمیخورم من روزه هستم عمر ابن لاس برش میگفت که بخو پیمبر علیه الصلاه و السلام از روزه گرفتن در این روز بر ما نهی کرده و ما را دستور داده که افطار کنیم پس روزه گرفتن در ایام تشریق جواز نداره ولی برای حاجی سایبایی که در حج هستند و هدیه ندارن قربانی ندارن برشان اجازه است که روزه بگیرن اما تنها برای حاجی سایبایی است که اوجه هدیه دارن قربانی دارن اینها باید روزه نگیرن اما کسایی که قربانی ندارن اجازه است که روزه بگیرن حدیث عایشه صدیقه از ابن عمر روایت میکنه که پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه که به ما اجازه روزه گرفتن را در ایام تشریق نداد و تنها به هایی که هدیه قربانی نداشتن گفت شما مجاز هستین به گرفتن روزه شما میتونید روزه بگیرید اما کسایی که داره برشون اجازه نیست چهارم روزایی که روزه گرفتن در اون من است روز جمعه به طور اختصاصی یک انسان میگه من فقط روز جمعه رو روزه میگیرم ثواب داری زیاد است و فضایل داری زیاد است و قیامت داری میشه و گفته رای درود داری زود قبول میشه باز این قچیزا را که گفت اختصاص میتر روزه ما روزه روز جمعه را رو. این اختصاص دادن درست نیست و روزه گرفتنش جایز نمی باشه ولی اگر روز جمعه تان با مثلا سیزده چهارده پانزه ای ایام بیست برابر میشه با روز عرفیتان برابر میشه با دوشم اه اه برابر میشه با یک روز عرفیتان برابر میشه شما روزه میگیرین در این صورت اشکال نداره ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله علیه و السلام روایت میکنه که لا یصم احدکم یوم الجمعه روزه نگیری یکی از شما روز جمعه را الا یصوم قبل و یصوم بعد مگر اینکه یک روز پیش و یک روز بعدش روزه گرفته باشه جویریه دختر حارس روایت میکنه که پیامبر علیه و السلام یک روز جمعه پیش ما آمد در حالی که من روزه بودم پیامبر میگه بر ما گفت اسمت امس آیا دیروز روزه بودی دیروز روزه بودی که امروز روزه استی میگه ما برش گفت نه خیر نیستم پیامبر علیه السلام میگه برش میگه که میخوای که فردا پس روزه باشی بازم جویره میگه نه نمیخوایم روزه باشیم باز پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه به ما گفت که پس افطار کن اختصاص نه روز روزه جمعه رو به روزه افطار کن میگه که من باز از او افطار کردم امام شافی امام احمد ابن حنبل رای است که نباید افطار کنه و امام ابو حنیفه نباید روزه بگیره و امام ابو حنیفه امام مالک مخالف است میگن که کراهیت نداره روزه گرفتن روز جمعه دلیلشان چی است دلیل مذهب امام حدیث ابن مسعود استناد میکنه که پیامبر اسلام و سلام آغاز هر ماه را سه روز چه روزه میگرفت گای نمی روز در جمعه برابر میشد گاهی در جمعه برابر نمیشد اما این دلیل دلیل نمیشه اول خو حدیث ضعیف است دومی که ما خو گفتیم هرگاه که روز جمعه با یکی از روزهایی که پیامبر میگه روزه بگیرین برابر میشه روزه گرفتن در اون سنت است نداره تخصیص داده خب در نشد رو خود تخصیص دادنش پس وقتی که تخصیص جمعه دادن شد اشکال نداره و امام مالک که مخالفت میکنه شاید نهی که در روز جمعه پیامبر نهی کرده برای امام مالک نرسیده باشه بس احادیث به امام مالک نرسیده بس احادیث به امام شافی نرسیده بس احادیث به امام ابانیفه و به امام احمد ابن حنبل نرسیده رحمت الله علیهم اجمعین پس اگر نرسیده یک حکم رو اونها صادر میکنند شما حدیث صحیح را میافین منسوخ نیست معمول بهی هست تضاد با قرآن با آیا دیگر نداره با او عمل کنید هیچ نوشکال در اون رابطه بازه همین مذهبشان هم هست ما خود گفتیم اگر روز جمعه شما با روز عرفه برابر میشن یا برداشته میشه خاطری که پیامبر دستور میده که شما روز جمعه روزه بگیرید شما روز روزه عرفه روزه بگیرید پس روز عرفه رو شما روزه میگیرید روز, روز جمعه باقی شدن هیچ نمیشکاله ندارم پنجم چیزی که روزه گرفتن روزی که در روزه گرفتن درست نیست جایز نیست روز شک است یوم شک یک روز پیش از ماه مبارک رمضان معلوم نیست که صبح جمعه صبح رمضان است یا صبح رمضان نیست شما می روزه روزه می روزه گرفتن روز شک درست نیست جایز نیست اما اگر کسی که عادت داشته باشه روزه میگیره گیره بر جواز داره اشکال نداره پیامبر علیه السلام می که لا یتقدمن احدکم رمضان بسوم یوم او یومین شما با روزه تان ماه مبارک رمضان را یک روز یا درست پیشتر نیارین الا ان یکون رجل کان یسوم سومه فل ذالک مگر یک مرد عادت داره که روزه میگیره می و هر وقت روزه میگیره برش اشکال نیست و حدیثه که امار ابن یاسر رضی الله هم روایت میکنه که پیامبر علیه الصلاه و السلام هر عمار ابن یاسر میگه هر کس که روز شک روزه گرفت فقط ابا ابو بدون شک مخالفت ابو صلی الله علیه و سلم کردن محمد مصطفی علیه صلی علیه و سلم را مخالفت شکرد حدیث هم حدیث صحیح است پس گرفتن روزه روز شک جواز نداره دیگه که روزه گرفتن درست نیست تمام ایام سال را روزه میگیری تمام ایام سال روزه استی ای درست نیست عبدالله ابن عمر روایت میکنه که هنگامی که پیامبر علیه صلی سلام و سلم دانست که تمام روزا را عبدالله ابن عمر روزه میگیره برش خاصش گویا عبدالله ابن عمر پیش آمد پیامبر گفت لا سام من سام الابد کسی که تمام روزهای سال را روزه میگیره روزش قبول نیست لا سام من سام الابد بازی را پیامبر گفت لا سام من سام الابد پیامبری را میگفت جواز نداره کسی که تمام روزهای سال را روزه میگیره روزهای تمام سالش روزه نیست مقبول نیست قبول شده در نزد خدا نیست حدیث ابو قطاده هم آمده که عمر رضی هم گفت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسی که تمام روزهای سال را روزه بگیره ازش پرسان که چی حکم داره رسول الله علیه و سلم گفت لا سام ولا افطر نه روزه دارست است نه روزه گرفته نه روزدار است نه افتار کرد یعنی هیچ فایده برش نرسیده نه فایده روزه تا گرفتی تو نه, و نه فایده افتارت پس روزه تمام سال تمام روزهای سال جواز ندارن علما می فرمه که روزه گرفتن تمام روزهای سال هرچند با مشقت باشه با ضعف را باشه و هرچند در ایام این مکروه است اگر در ایام تشریق می باشه اما در ایام عید می باشه با کراهیت زیادتر است باز حرمتش زیادتر است درست است در دیگر روزا می خو حرمت داره اما مجرد که نمی روزه در روز عید واقع میشه در ایام تشریق واقع میشه باز حرمتش زیادتر است نباید روزه بگیریم آیا روزه ماه رجب شرعی است؟ یک تعداد می بینیم که ماه رجب متاسفانه روزه می گیرن. <تص> و بسار کارها را در ماه رجب میکنه بنیت نیت ثواب و بنیت دینی کار میکنه کی درست نیست درباره فضیلت و ثواب ماه رجب از رسول الله علیه و سلام از اصحاب پیامبر علیه صلی و سلام هیچ خبر صحیح درست ما در دست نداریم و تمام روایات و تمام احادیثی که در این رابطه وجود داره زی یا ضعیف هستند یا موضوع هستند یا منکر هستند یا دروغ هستند از این چهار گزینه خارج نیست پس عمل کردن به حدیث ضعیف عمل کردن به حدیث منکر عمل کردن به حدیث موضوعی و دروغ جواز نداره در باب عمل در حدیث ضعیف هم نمیتونی در باب عمل عمل کنی پس چگونه میشه که در با احادیث موضوع و و دروغ به دین درست کنی؟ درست نیست دقت کنجکاوی در این رابطه بسیار مهمه عزیزا یک تعداد هستند که روزهای ماه رجب اختصاص میتن به روزه گرفتن از پیامبر علیه الصلاه و السلام ثابت نشده عمر رضی الله تعالی میگه روزه دارا را در این وقتی که میدید اذیتشان میکرد نگیرین روزه نیست روزه سنت داری نه آمده عدیز داری رابطه نگیرین روزه ابو از ابن الحرر روایت است میگه که عمر رضی الله در ماه رجب به دست دگران میزد میگه بخورین نان دستانه به کاسه ببرین نان بخورین روزه در این روز نیست محمد ابن زید روایت میکنه که عمر رضی الله وقتی که میدید مردم برای ماه رجب آمادگی میگرفت ناراحت میشد میگه روز کرایت داره نباید کار کنن مسلمانان ناراحت میشد غضب میشیم از عطا هم روایت شده که گفت ابن عباس از روزه گرفتن همه روزهای ماه رجب نهی کلم میگم نباید روزه بگیره ماه رجب کس کل رجب روزه میگیری یک قسمت چه روزه میگیری به نیت ثواب روزه میگیری به نیت سنت سنت است میگی کار نکنی کار درست نیست ولی بعضی از علما به خاطری که ماه رجب یکی از ماهای حرام است میگن روزه گرفتن در این سنت مستحب است میگن مستحب است ماهای حرام هم ماهایی است که الله متعال در قرآن کریم ذکر کرده این عده الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض بدون شک اندازه ماها در نزد خداوند دوازده ماه است که دزید دوازده ماه منها اربعتون حرم چهار ماهش ماهای حرام هستن رسول الله علیه الصلاه و الله متعال میفرما در می آیه ذالک الدین القیم این از دین استوار و محکم فلا تظلموا فیهن انفسکم در این ما به نفس های خود ظلم نکنین خود را نکشین به جنگ و معصیت نپردازین گناه انجام ندن ستمگری در دیگه ها گناه در این ماه زیادتر است معصیت در دیگه ها گناه در این ما گناهش زیادتر است اما این آیه و این مانا نیست که یک فرد خود سرانه یکی از ماه های حرام قبول کنه بپذیره بدون هیچ سند بدون هیچ مدرک یک روز روزایش اختصاص بده باز وقتی که اختصاص هم داد بگه ثوابم داره باز بگه سنت هم است ایره تو از کجا کردی ای آیه خور نمیرسانه و خاطر در حدیث از رسول الله علیه و السلام مردی که مباهات میکرد پیامبر علیه السلام برش میگه سم من الحرم و ترک روایت امیر میگه بعضی از ماه های حرام روزه بگی و برخی چه روزه نگی اگر چی حدیث ضعیف است اما که میگه روزه بگی رسول الله گفته ما خود در ماه محرم گفتیم رسول الله علیه و السلام ماه محرم روزه میگرفت در او ثابت است حدیث در رابطه داریم ما شورا را رو پیامبر روزه می و تاسوا و به هم دستور داده بود سنت از روزه گرفتنش اما در ماه رجب پیامبرم هم چنین چیزی را نگفته چگونه ای کار مستحب می چی چگونه ای کار را سنت میدونی درست نیست روزه روز شنبه حکم شیعه سای گرفتن روزه داری درست است عبدالله ابن بصر از خواهرش روایت میکنه که پیامبر علیه السلام فرمود لا تصوموا یوم السبت روز شنبه رو روزه نگی الا ما علیکم مگر اگر روزه بر بالات فرض بشه یعنی روز شنبه از ماه مبارک رمضان است از کال نداره و ان لم یجد احدکم الا لحاء عنبه او عود شجره فلیمغزه پیامبر میگه اگر هیچ چیزم نیافتیم هیچ چیز هم نیافتی که روزه تا کدش افتار کنی یک توت چوب بگی درخت تا کشه بگی کدش بجوش افتار کن روزه داری روز نباشه علما در رابطه با می حدیث دو دیدگاه دارن یعنی اگر بسنجیم خود این حدیث دو موضوع را بیان میکنه اولی را بیان میکنه که اختصاص دادن روز, روز شنبه به طور ویژه به خاطر روزه گرفتن جواز ندار نمیتونی که روز, روز شنبه رو اختصاص بیتی برای روزه گرفتن پیامبر میگه روزه نگی روز شنبه رو اختصاص دادنش درست نیست اما اگر یک انسان اختصاص نمیته روز شنبه رو اختصاصش نداده بلکه روزه های دیگی رو که میگیره در این روز برابر میشه باز بر این شخص اشکال نداره مذهب امام مالک امام احمد ابن حنبل اختیار شیخ الاسلام ابن ابن قیم رحمت الله همی است میگن روزه گرفتن روز شنبه اگر یک انسان به تنهایی تخصیصش میته تخصیصی رو روزه میته میگه جواز نداره نباید کار کنی اما اگر تخصیصش نمیتی درست نیست تخصیصش اگر نمیتی درست نیست و رسول الله علیه و چیزی با خودشان میفرمدن میگه امو که حدیث پیانبر رو میکنن از عبدالله ابن عباس میگه که پیانبر گفت انهما نه یا ما عید المشرکین ای روز عید مشرکین است و انا ورید ان اخالفهم هم ما میخواییم که در ای روز با اینها مخالفت کن الا کل حال این دو حدیث وجود داره یک حدیث پیامبر میگه روزه نگیرین حدیث دیگر پیامبر میگه که این روز روز مش... یهود و نصارا روز یهود است و ما میخوایم که با اینها مخالفت کنیم و روزه میگیریم دیدگاه و همین اگر اختصاصش داده نشه اشکال نداره اما اگر اختصاص داده میشه به روز شنبه به اساس شریعت به خاطر ثواب و به خاطر سنت بودن روزش نمیگیره باز درست نیست روزه گرفتن پشت سر هم یک آدم پشت سر هم روزه میگیره بدون از اینکه افطار کنه بدون از اینکه سحری کنه ایره به نام صوم میگنش صوم الوصال همیشه ای شخص روزه است افطار نمیکنه سحری هم نمیکنه سه روز چهار روز می قسم روزه میگیره دو روز می قسم روزه میگیره پیامبر ایره منع کرد پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرما ایاکم والوسال. خودداری کنین از روزه گرفتن بدون افطاری و بدون بدون افطار کردن و بدون سحری کردن از این شما خودداری کنه پیامبر علیه الصلاه و راوی حدیث میگن که پیامبری را سه بار گفت سه بار کی کار نکنه با پیامبر خدا گفت نه رسول خدا خی شما چرا این کار میکنین خودتان خوبی کار میکنین روزه وسال میگیرین بدون سحری و بدون افتاری شما این کار را میکنید چرا این کار را میکنید پیامبر میگه که انکم لستم فی که مثلی شما در این رابطه مثل من نیستین چرا نیستین انی ابیتو ما وقت که شب میکنم یطعمونی ربی پروردگار مرا غذا میده و یسقینی و مرا لای متعال سیراب میسازم فکلفو من الاعمال ما تطیقون به اعمال خود را مکلف بسازین که توانمندی دارین چیز را توانمندی نداری خود به او مکلف نساز حدیث پیشتر گفتم عبدالله ابن عمر شب قیام اللیل میکرد صبح روزه میگرفت وقتی که روزه می بود میرفت در مسجد قرآن کریم خوانده میرفت خانمش آمد پیش رسول الله علیه و والسلام شکایت کرد گویا رسول الله اول خانمش نامد پدر خود روان کرد به خاطر حیا آمد پیشش پدر خانمش پیش محمد مصطفی علیه السلام گفت امر ایم تو میکنه عبدالله ابن عمر پیامبر علیه و سلام توصیه کرد برای عبدالله ابن عمر نشد بار دیگه خانمش آمد گفت یا رسول الله حق من را ادا نمیکنه حق خانه خود را ادا نمیکنه حق فرزندای خود را ادا نمیکنه چی کنم پیامبر علیه صلات و سلام عبدالله ابن را پیش خود میخواه باز برش میگه بیبی بی ولی نفس که علیه که حق نفست بر تو حق داره ولی زوجت که علیک حق زن تو بر بالای تو حق داره خانومت بر بالای تو حق داره پدر مادرت بر بالای تو حق داره فرزندایت بر بالای تو حق داره و خدا هم بر بالای تو حق داره حق هر کس به پرداس حق هر کس را به اما حدیثی که ابو دردا با سلمان فارس مجادله کردن سلمان فارس غذا میاره پیش عبدالله پیش ابو دردا ابو دردا میگه بخو نفستان بر تو حق داره و رفیقتان بر تو حق داره میخوره در روزای نفلی پیش پیامبر خدا میره ابو دردا این موضوع رو بیان میکنه پیامبر خدا علیه الصلاۃ والسلام میگه که سلمان فارس راست گفت پس سوم و سال این نمی است صوم که تو افطار میکنی نه سحری میکنی درست نیست فک لفو من الاعمال ما تتیقون به اعمال خود را مکلف بسازین که تقوانش داریم باز عبدالله ابن عمر میگه که کاش توصیه پیامبر را قبول میکرد در آخر عمر عبدالله ابن عمر روزه گرفته نمیتونست و کم قرآن کریم خوانده میتونست میگه کاش که می گپ پیامبر را قبول میکردم همین نصیحتشه و در او وقت کم انجام میدادم درست انجام میدادم که حال میتونستم روزه گرفته و حال خوب قرآن کریم میتونست عایشه صدیقه رضی ها عنها وقت میکنه میگه میکن. میکن. یک شخص آمد یک خانم پیش من شست از نماز و روزه خود زیاد بیان میکرد پیامبر علی السلام آمد میگه ایره ما برش گفتم پیامبر میگه گفت که دع علیکم بما تطیقون ترک کنی کار علیکم بما تطیقون مکلف و چیز هستین که توانمندی داره پس پیامبر علی السلام میفرمه که عمل کم دوامدار بهتر است از عمل زیاد بی دوام سوم مثال نمیتراست پیامبر خدا میگه مرا الله متعال هم آب میته هم غذا میته در شب این شما را الله کار را در حق تون نمیکنه پس شما برتون جواز نداره که سوم و سال بگیرید اما اگر این کار مشقت بار و سخت نباشه مشقت نداشته برای یک انسان سخت نباشه برای یک انسان در این صورت باز پیامبر علیه الصلاۃ میگه اراده نداره رسول الله میفرمه لا تواصلوا فا فای فایکم اراد ان یواصل فلیواصل حت السحر پیامبر میفهمه که روزه روزه را رو پشت سر هم پیوسته ادامه نتین هر کس از شما خواست که بدون افطار بدون افطار کردن روزش ادامه بده تا سحر ادامه بده تا صحری گرفتن تا صحری خوردن ادامه بده ادامه بعد از رو باز نده یعنی چی مانه رسول الله میگه که روزه که روزه گرفتی سحری خوردی شام شده گرفتار نکردی نکو در سنتش اما مجرد که سحری میشه با سحری رو بگی در 24 ساعت باید غذا بگیری رسول الله علیه و همین موضوع رو بیان میکنه چه باز دینه ما رسول الله میفر... الله میفرمه الله یورید الله بکم الیسر الله آسانی رو به شما میخواه ولا يريد بکم العسر الله سختی رو به شما نمیخوای. رسول الله چه خوب زیبا میفرمه یسیرو ولا تو اسیرو آسانی کنین و سختی نکنین بشیرو ولا تو نفیرو بشارت بتین و مردم را متنفر نسازین پیامبر علیه صلی و علیه میفرمه که علیکم به متوتیقون انجام بتین آنچه را که توانمندی دارین الله میگه که الله دا فتق الله ما استطعتم از الله به توانمندی توانمندیتان بترسید پرهیزگاری باندازه توانمندی تان باشه از توانت بالاست هم خود اذیت میکنی هم فامیل اذیت میکنی هم اولادایت اذیت میکنی هم خانم اذیت میکنی یا شوهرت اذیت میکنی چرا حالا که این کارم مخالف شریعت است پس عزیزانی که توانمندی صوم سالم دارند برشان اجازه نیست از 24 زیادتر روزه باشن در سحری حداقل باید افطار کنن فکر نکنم امروز چین اشخاصی یاف شوم اگر یاف هم بشه بازم کارشان درست نیست خلاف شریعت است که ما روزه پی در پی بگیریم نه افطار کنیم و نه سحری کنیم عزیزایی بود برنامه امروزی که حضور شما تقدیم کردیم برنامه بعدی ما انشالله پیرامون لیلت القدر است شب قدر است چی فضیلت داره آیا ثابت هست نیست چی چیزا در رو اتفاق افتاده فضایلش چقدر است انشاءالله در برنامه بعد حضور شما پیشکش خواد کردیم تا برنامه بعد و دیدار بعد شما رو به الله منان مسپارم شاد و موفق باشین السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات